درود بیکران پاینده ایران امید دانا هستم دوباره باید تکرار کنم تو هر برنامه تکرار میکنم یک وطن پرست خودم رو یک وطن پرست تعریف میکنم مدافع سیاست های نظامی امنیتی و خارجی نظام و مخالف شدید سیاست های داخلی نظام به ویژه در باب آزادی اجتماعی و شریعت اجباری دمتون گم که برنامه من همراه همراه هستی نگاه میکنی نه با اپوزیسیون نه با این نظام با منافع ملی ایرانم فکر نمی فهمیدنش سخت باشه ولی خب خیلی میخوان سختش کنن دیگه بگذاریم مصطفى رستمی مصطفى رستمی کیه؟ مصطفى رستمی ایشونه چی کار است؟ داستانش چیه؟ ایشون نماینده ایزت نشان خامنه ای در دانشگاه های ایران هستن جز کسانی هستن که آمارسازی میکنن و یه جورایی مثل که سر ایزت نشان خامنه ایرم گول میمالن رک بگم ایشون بابت اعتراضات پنجاه روز گذشته که بی سابقه است در تاریخ جمهوری اسلامی این سطح از اعتراضات بی سابقه است حتی جنبش سفت که هشت ماه طول کشید نهایتاً 20 روز و مردم آورد تو خیابون نه پنجاه روز متوالی و اعتراضات بعد از محصه امینی در تاریخ جمهوری اسلامی بزرگترین تظاهرات زده حکومتی بوده مهم اینم یک چیز خیلی مهمیه مهم این نیستش که چه تعدادی کف خیابونن مهم و سوال جدی اینجاست چه تعدادی از کسانی که همدل این تظاهرات هستن هنوز به کف خیابان نیومدن ایشون یک آماری میگیره از خودشون حالا چجوری آمار گرفتن نمیدونم ولی این آقای مصطفی رستمی که در حقیقت رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشورن اومده یک نظرسنجی گذاشته نظرسنجی خیلی جالبه میگه که 55 درصد مردم موافق این تظاهرات هستن این خودش یه داستان خیلی جالبی است این چیزیه که خود سایت های نظام هم منتشر کرده ما اینو یه مقدار براتون بله میگه که 55 درصد مردم ایران موافق اعتراض این تا جای شکرشه یعنی تا الان خیلی ها که این دیگه کسیه که ببخشید نماینده خود آقای خامنه ایست است میگه پنج یعنی اعترافه خیلی بر من این جالبه میگه همون چیزی که من گفتم بهتون البته ایشون باز اشتباه میکنه ببینید تا 70 درصد مردم همدل تظاهراتان اینو من بهتون بگم اما آماری که خوده کسانی که برای آقای خامنه ای میان و آنالیز میکنن قضایا رو یه آمارگیری کرده دیده نه انقدر تعداد زیاده حالا یه خودم ازش کاسته و یه خود کمش کرده باز رسیده به عدد 55 درصد حتی این عدد تحریف شده یه 55 درصد خودش نشانگر از عمق اتفاق بسیار پیچیده است که در کف خیابونه داره میفته و در مرحله بعدی میگه ده درصد هم موافق اقتشاشن یعنی برن بانک آتیش بزنن ماشین آتیش بزنن بسیجی کتک بزنن ببین این ده درصد خیلی رقم سنگینی ها. خیلی رقم سنگینیه جمعیت ایران اگر 85 میلیون بشه حالا بگیم نزدیک 90 میلیونیم دیگه با ایرانی خارج از کشور و اینا 55 درصد میشه یه چیزی نزدیک مثلا 50 میلیون از مردم ایران اگه 90 میلیون جمعیت ایران رو حساب کنی 55 درصد یه چیزی نزدیک به 50 میلیون از مردم ایران میشه از این 50 میلیون 10 درصد موافقن که بسیج بسیجی رو مثلا بگیرید بزنید و کتک بزنید و آتیش بزنید و این 10 درصد خودش میشه 5 میلیون نفر بر اساس آمارسازی و تحریف نماینده ایزد نشا خامنه ای در دانشگاه های ایران یعنی اعترافات خیلی شدیده اینجا بعد میگه ده درصد موافق اقتشاشن بعد میگه 83 درصد اصلا در این اعتراضات شرکت نکردن اما معترضن خب باز اینم میتونیم اینم خیلی مهمه گفتم سوال اساسی این نیستش که چه تعداد کف خیابونن سوال اساسی اینه که چه تعداد نیستن خب از 50 میلیون ایشون قبول داره 17 درصد از 50 میلیون کف خیابونن. 17 درصد رقم کمی هم نیست. اگه ما بخوایم حساب کنیم 17 درصد نزدیک 8 میلیون نفر میشه. از 50 میلیونی که موافق تظاهرات باشن 83 درصد خونه باشن یعنی 17 درصد باشه 17 درصد دیگه بله. 17 درصد کف خیابونن 17 درصد بر اساس گفته آقای رست... مصطفی رستمی یعنی نزدیک به 8 میلیون نفر کف خیابون اومدن این دیگه نماینده رهبری است شما نگاه نکنه میشه 83 درصد نیومدن تو خیابون اون 17 یعنی تو آمالا اینجوری باید دقت کنید یعنی 17 درصد کف خیابونن دیگه خب تو گفتی 55 درصد موافق اعتراضاتن از مردم ایران جمعیت ایران 90 میلیون 55 درصد نزدیک 50 میلیون حالا میگه 83 درصد کف خیابون نیومدن یعنی 17 درصد کف خیابون اومدن یعنی چیزی بالغ بر 8 میلیون معترض کف خیابون داریم بعد یه پوفیوز نشستن میگه آره تعدادی نیستن چه هزار نفر چه هزار هزار تا آقا 400 هزار خیلی بشه ببینید آقا 400 هزار تا بیشتر نه آقا هزار تا که تو 400 هزار تا اومدن اینقدر نیرو فرستادی کف خیابون نماینده ی آقای خامنه ای در دانشگاه ها داره اعلام میکنه 8 میلیون نفر کف خیابونن بعد میگه که 60 درصد مسائل اقتصادی و حالا معیشتی را دلیل این اعتراضات دانستن خب اینجا دیگه ببین تا اینجاش همش تحریف بود منتها تعریفاتی بود که انقدر واقعیت های میدانی علنی است این حالا دیگه میخواد چیز کنه حالا اینجا میان به تحریف میرسن میگه 60 درصد مشکل اقتصادی رو میتونن خب 40 درصد حداقل مشکل اقتصادی نمیدونن یعنی از 5 میلیونی که موافق این تظاهرات ها هستن ایشون با دروغ سا... البته ببین مشکل اق... مشکل اقتصادی هست یا نه مردم ناراضی هستن یا نه معلومه که ناراضی هستن اما در تظاهراتی که برای 50 روز یک شعار اقتصادی بیرون نیومده تو برگردی بگی 60 درصد به خاطر اقتصاد تو خیابونه این مسخره میشه نمیشه که 60 درصد مردم الان اولویتشون بحث اقتصادی است که هست، نمیگیم نیست. ولی 50 روز کف خیابون یک شعار اقتصادی ندادن. همه جور میخوان آمار سازی کنن <applause> به اون شریعت اسلامی و اجباریشون بر نخوره. نه مشکل اقتصادیه، مردم همه عاشق شریعت اسلامیان. مرده شریعت اسلامیان. خب اینا چیز آدمش فشار میاد، دروغ‌سازی است. بعد میگه که بیش از 20 درصد فساد اداری و اصلاح ساختار را دلیل دانستن میگه 59 درصد اصلاحی رو گفتن مطالبات مردم چیه میگه 59 درصد گفتن آقا اصلاح وضعیت اقتصادی 6 درصد هم گفتن رفع فیلتر یعنی شما نگاه کن برای مردمی که امروز خیلیشون شغلشون با اینترنت عجین شده فقط 6 درصد تو نظرسنجی ایرون ای نظرسنجی ایشون میگم نظر نظرسنجی ایشون مشکلشون فیلتر اینترنته اونجای آدم دروغگو و این دیگه خیلی فاجعه است بعد نوشته که سه و نیم درصد آزادی زنان را در هجاب و پوشش یعنی میگه از این کسانی که کف خیابون اومدن فقط سه و نیم درصده که دنبال این هستن که هجاب اختیاری بشه و آزادی پوشش داشته باشیم یعنی آمارسازی کرد تو آمارسازیش البته باز بالاخره یه اعترافاتی داشت که آقا حالا بماند که 70 درصد مردم ایران موافق این اعتراضات انیشون 70 درصد کرد 55 درصد خیلی جالبه اتفاقا مردمی که موافق اختشاشات هستن خیلی بیشتر از این حرفاست باز ایشون 10 درصد کرد میگیم اوکی خودش انگار 83 درصد کف خیابون نیومده همینم هم خیلی مهمه اینم اوکی یعنی 8 میلیون نفر کف خیابونن بعد اومد هی hey, گفتش که آقا بحث اقتصادی مهمه اینا رفع فیل ببین چون اینا میخوان اینترنت رو فیلتر کنن دیگه ببین یه بخشی از حقیقت رو... آقا آیه مصطفی رستمی این کارا رو با من نکن من خودم خدای اینجور بازیام سال هاست که از اپوزیسیون براندازش تا این بربرای مذهبی رو من همه رو منتر یه انگشتم کردم یه تیکه راستش رو بگی یه بخش دیگه کارای خودتو بکنی به من نگو که من خودم باشی مهندس این کارا <laughs> بخشایی رو از حقیقت ها تحریف کرد که برسه اصلا به یک دروغ اساسی چون اینا دنبال فیلتر کردن اینترنت هن حالا یا غلطش من یه بحث دیگه یه اینا میخوان اینترنت رو فیلتر کنن بعد بگه مردم مشکلی با رفع فیلتر ندارن و 6 درصد بعد توی تظاهراتی که مردم 24 ساعته دارن روسری ور میدارن روسری سوزان میکنن توی تشعی جنازه افرادی که شهید شدن توسط نظام در این شلوقی ها به خاطر آزادی های مدنی و آزادی اجتماعی شهید شدن در تمام این تشریه جنازه ها خانواده هاش رو سری ور می رو سری میسوزونن بعد رسید به سه و نیم درصد بعد میگن ما چرا مردم نمی... جوون ها چرا ما جوون ها رو نمیتونیم درک کنیم نه <تصفح> تو اصلا مطالبات اساسی جوون ها رو قورت دادی تو که میگی 59 درصد گفتن که اصلاحی معاشر اینا که بعد میگی آقا بازداشت همه 15 سالن بچه 15 ساله که دستش تو جیب باباشه چه درکی از وضعیت اقتصادی داره که حالا این اصل مطالبهش باشه اصل مطالبه این بچه اینه که آقا من الان سنم اقتضای سنشه دیگه با دوست دخترم یا دوست پسرم میخوام برم پارتی منتها تو بربر مذهبی جلو میخوای بگیری میخوام الان با دوست پسرم با دوست دخترم راحت برم کوه تو کو نمیخوام شلوار بلند بپوشم میخوام مثل همه جای دنیا نرمال شلوارک بپوشم این بچه ها برای این اومدن کف خیابون تو حالا برو دوباره بگو سه و نیم درصد باشه تو خوبی چی به تو بگیم دیگه تحریف تعریف های گذشته و هر روی اینه که من خیلی ها میگن امید تو وضعیت چجوریه امیدوار این ببین وقتی که این افراد میان سازی میکنن و ایشون مستقیم با خود ایزد نشان خامنه ای در تماسه نماینده ایزد نشان خامنه ای ببین ایزد نشان خامنه ای خیلی جا مقصر نیست کسانی که دارن براش آمارسازی در میانن دارن به ایشون خیانت میکنن آیه مصطفی رستمی شما دارید به آقای خامنه ای خیانت میکنی اطلاعات غلط میدی آمار غلط میدی من حالا این یکی رو منتشر کردید من درآوردم که غلطه خدا میدونه در مورد موارد دیگه چه اطلاعات غلطی رو به آقای خامنه ای دادید که وضعیت کشور الان به اینجا رسیده من تو چیزهای دیگه که منتشر نشده که بتونیم قضاوت کنیم قضاوت من بر اساس این آماریه که شما میدید البته در همین آمار این بخش 83 درصد خیلی مهمه اگه کسی گفت 400 هزار نفر ریختن تو خیابون بگو عیزم تو که اون گوش نشستی خفه شو نماینده رهبری گفته 8 میلیون نفر کف خیابونن بر اساس این آمار بر اساس این آمار 8 میلیون نفر ریختن تو کف خیابون 83 درصد هم نریختن که میشه جمعا 50 میلیون ایرانی بنابر یعنی 50 میلیون ایرانی مدافع شلوغی های اخیرن حالا برید آمار در آ آی 13 آبان دیدی چه تعداد اومد بله دیدی شما 20 میلیون هوادار دارید دیگه چود عجیبی نیستش که ولی نسبت به سالهای پیشتون هم فهمیدیم که اوضاعتون خرابه یه خود سکوت کنید دیگه شلوغ بازی در نیارید آدم بشید که کشور ما رو از بین نره نظام باید بیدار شه بر اساس همین آمار تحریفی هم که این آدم انجام داده نظام باید بیدار شه منتها متاسفانه چون به شریعت اجباری برنخوره اصل داستان رو برد 3.5 درصد اوکی شما خوبید حالا زمان میخوره معلوم میشه دیگه این 3.5 درصد و پ... س... وقت من میفهمی که نه تقریبا 100 درصد کسانی که کف خیابونن مطالبه اولشون آزادی اجتماعیه اصلا جرقه اعتراضات بابت مسئله اقتصادی زده نشده که بابت گسل اجتماعی بعد شده جرقه زده شده محسا امینی رو بردی گشت ارشاد و جنازه تحویل دادی گشت ارشاد کجاست یک گسل اجتماعی دیگه گشت ارشاد اومده یه گسل اجتماعی بحث کم یا بیهجابی رو بخواد به قول خودش حلش کنه و این اتفاقات و اعتراضات بابت یه گسل اجتماعی است و تو دلیل اجتماعی شو کردی سه و درصد آیه مصطفی رستمی نماینده ایزد نشان خامینه ای بنده انگشت وسط بین دو تا انگشترم و به صورت تلایی تقدیمتون میکنم قشن استوار شده تلایی براتون تقدیم میکنم قاب بگیرید بذارید جلوی خونهتون قشن تو اتاق حالتون بذارید اتاق خوابتون هم میتونید بذارید البته که هر موقع خاصی به خوابی قشن انگوش تلایی منو داشته باشی آره قربونت برم شب و روزگار خوش همتون به احورا ایران میسپارم بدرود